ما اومدیم میدون نقش جهان و دو تا از راسته های میدون رو از لحاظ آسیبایی که وجود داره بررسی کنیم. منتها هر ارگانی وقتی که پای عمل میاد تقصیر رو میندازه گردن اون یکی، میراث فرهنگی میگه که شهرداری باید بیاد یه سری اقدامات رو انجام بده، شهرداری میگه میراث فرهنگی، بعد دوباره میگن که اداره آب و فاضلاب باید بیاد، نمیدونم اداره برق باید بیاد، و نهایتا این صحبت هایی که میشه و انداختن تقصیرات گردن هم دیگه وضعیتیه که ما امروز توی راسته های میدان نقش جهان میبینیم که وضعیت فاجعه بازه. کلن این مرمت این بازارها در قدیم به عهده سازمان میراث فرهنگی اصفهان بود. این بناها، مرمت این بناها، این بازارها به عهده نوسازی و بهسازی شهر اصفهان قرار گرفت، ولی نظارت عالیه همه این بناها و این بازارها زیر نظر سازمان میراث فرهنگی اصفهان قرار میگیره. یعنی حتما ناظران سازمان میراث فرهنگی باید نظارت مستقیم در عملکرد شهرداری ها و یا نوسازی و بهسازی شهر اصفهان باید داشته باشند. از اولین و مهمترین آسیب ها وجود سیمکشی های برق هست. سیمکشی های برق همه از رو و بدون استاندارد هست و متاسفانه این احتمال خطر آتش سوزی رو خیلی زیاد میکنه و با کوچکترین جرقه ای ممکن هست یک آتش سوزی خیلی وحشتناک و مهیبی داخل میدان رخ بده و مهار کردن اون بسیار سخت هست. طبق چیزی که خود آتش نشانی اصفهان بارها اعلام کرده که امکان امداد رسانی در شرایطی که اگر میدان آتش بگیره برای ما خیلی سخت هست. اون یک دقیقه نیم ساعت بعدش بود هم فیروداری بود هم آسکر گفت که مثل این که مقاطب آتش گرفت. این فقره اخیری که آتش سوزی شده بود تو بازار به علت اتصالی کنتور برق این حادثه رخ داد که خود اداره برق هم اومد و تایید کرد که کارشناساشون تایید کرد که این علت از نوسان و نقص کنتور برق هیچ ایرادی تو در کار کوتاهی و کار شکنی کسبه نبود است. مسئله دوم که در جای جای میدان مشاهده میکنیم یکی هم رطوبت نزولی است، یعنی رطوبتی که در اثر ریزش برف و باران مشاهده میکنیم، یکی صعودی که مربوط به رطوبت های از کف هست که خب متاسفانه رطوبت های نزولی در جای جای میدان در سقف ها دیده میشه که باعث شده ملات همه جا پوسیده بشه. سقف ها رو میبینیم که خیلی جا در حال ریزش هست، ملات ها خورده شده، از جای خودش به اصطلاح اون آجر ها از جای خودش حرکت کرده و خیلی جا ها اصلا اون سقف دفرم شده. بعد وقتی که ما میبینیم روی پشت بون میبینیم که خب اون ایزوگامی که شده، ایزوگام ها از خود خشت فاصله گرفته و پوک شده خیلی جاها زیرش و داره آب بارون و برف میاد از زیر این ایزوگام وارد میشه و میبینیم که چه وضعیتی ایجاد میکنه در سقف راسته های میدان نقش جهان. باید از کاهگل استفاده بشه و به اصطلاح اگر هم که میخواد مرمت انجام بشه شیب بندی های دقیقی انجام بشه، آب بارون رو از طریق نابدون ها هدایت کنن به اون قسمتی که بذاره توی فاضلاب و اینها نابدون ها باید از تو داخل راسته ها دیده نشه، این لولای پولیکای زشتی که ما این طرف اون طرف میبینیم. اگه شما تو بازار میرین یه جایی را میبینین جچ میکنن، به قول ما اسپانیا میگن ماسمالیش کردن، روشا جهت کشیدم که ترکاش از بین بره، این درست نی. این باید برنامه ریزی اساسی بشه از طرف سازمان میراث فرهنگی، از طرف سازمان نوسازی و بهسازی. باید کادر فنیشون حضور پر هم برسونن، برنامه ریزی کنن.